برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. با نزدیک شدن ایام سوگواری سالار شهیدان، آستان مقدس حسینی علیه السلام در شهر مقدس کربلا سیاه پوش شد. شایان ذکر است مراسم تعویض پرچم گنبد حرم امام حسین علیه السلام نیز در شب اول محرم 1444 بعد از اقامه نماز مغرب و عشاء به وقت شهر مقدس کربلا برگزار شده و از تلویزیون های مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام به صورت زنده پخش می شود. دفتر شبکه ماهواره الشعائر در استان دیوانیه عراق از مراکز مرتبط با دفتر آیت الله العظما حسینی شیرازی دامظله اقدام به برگزاری دوره آموزشی تحت عنوان رهبران آینده نمود. حجت الاسلام شیخ مصطفی کعبی مدیر این مجموعه و دکتر حسین اوریان از اساتید دانشگاه عراق با حضور در این دوره از اهمیت تقلید، تبعیت از مرجعیت دینی و اهداف مرجعیت و به دست آوردن شخصیت مناسب در جامعه برای نوجوانان سخنرانی کردند. یک تیم تحقیقاتی در دانشگاه رور بخوم آلمان حسگر جدیدی را طراحی کردند که قادر است علائم بیماری آلزایمر را 17 سال قبل از ظهور اولین علائم بالینی در خون تشخیص دهد. در صورت که دولت انگلیس تصمیم به اجرای برنامه خوشسالی بگیرد، ممنوعیت استفاده از شلنگ برای خانوارها در سراسر انگلستان اعمال خواهد شد و کشاورزان از آبیاری محصولات کشاورزی منع خواهند شد. بیل گیتس، مؤسس و مدیر عامل سابق مایکروسافت، به تازگی سهامی به ارزش بیش از 6 میلیارد دلار را به بنیاد خیریه‌اش بخشید. او نزدیک به 5.2 میلیارد دلار از سهام خود در شرکت راه آهن ملی کانادا و نزدیک به 995 میلیون دلار از سهام خود در شرکت دیر اند کورا به بنیاد بیل و ملیندا گیتس بخشید. با این حال هنوز هم بیل گیتس پنجمین ثروتمند بزرگ جهان است. اداره راه و ترابری دبی دوم مرداد 1401 از آغاز به کار تاکسی‌های برقی خودران در این شهر خبر داد. این اداره در بیانیه اعلام کرد وسایل نقلیه خودران به منظور ارائه خدمات تاکسی و خدمات رزرو الکترونیکی در چارچوب توافق امضا شده بین اداره راه و ترابری دبی و شرکت کروز آمریکا از امروز فعالیت خود را آغاز کردند.